سلام به همه دوستان جمعه نهم آبان 1399 سیوم اکتبر 2020 در چند روز اخیر بحث دو عملیات تروریستی در فرانسه خیلی خبرساز شده خب واکنش ها هم کاملا متفاوت بوده یک عده واکنششون این بوده که به حال عملیات تروریستی و وحشیگریه که وحشیگری هم هست واقعا و محکوم کردن بدون توجه به بخش اولش و یه دم فقط به قسمت قبل از این عملیات جنایتکارانه اشاره کردن که چون این افراد اهانت به پیامبر اسلام کردند پس قتلشون یک عمل واکنشی بوده اتفاقا یکی از خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم یک خبری منتشر کرد بعد از سربریده شدن اون معلمی که در فرانسه سرش بریده شد به خاطر اهانت یا به تصور اهانت به پیامبر اسلام ببینید خبرگزاری رسمی حکومت جمهوری اسلامی چی نوشته به جای اینکه محکوم کنه نوشته که م... کار دست خودش شد یعنی در واقع میخواد رسما بگه که خودش باعث قتل خودش شد و کوچکترین نشانه از محکومیت اون عملیات تروریستی هم درش نمیبینید خب من هم معتقدم که در دنیای پرآشوب فعلی هر حرکتی که حتی باعث تحریک احمق ها بشه ما میتونیم بگیم کسی که این کار انجام داده احمق هست ولی هر کسی هم احمق ها رو تحریک کنه به نظر من کار درستی نیست و این دنیای پر آشوب رو پر آشوب تر میکنه اما این موضوع فقط به این سادگی نیست که بگیم حالا نباید کسی هیچ حرفی بزنه که مبادا احمق ها تحریک بشن برای اینکه احمق ها حد و سطح تحریکشون قابل پیش بینی نیست نمیتونی شما بگی که مثلا اگر در این حد متوقف شد اعتراض یا تنز یا کاریکاتور خوبه اگر از این حد رفت بالاتر مثلا اشکال پیش میاد ببینید این طور نیست که شما فکر کنید که فقط اگر کسی به پیامبر اسلام اهانت کنه تازه اهانت رو مشخص نیست کی باید مشخص کنه اگر کسی مثلا سوال کرد که آیا پیامبر اسلام به حق بوده یا نه اینم اهانت حساب نه؟ که در مورد صحبت میکنم اگرچه این هم مشخص است اما جمهوری اسلامی کاری کرده که دیگه هیچ تقدسی باقی نمونده ببینید آقای نیکاهنگ کوسر یک کاریکاتور از آقای مصباح یزدی کشید واقعا کریحتر، منفورتر و محوعتر از مصباح یزدی شما در بین سران جمهوری اسلامی سراغ دارید خب نیکاهنگ کوسر یک کاریکاتور کشید طلاب حوزه علمی قم درسهاشون رو تعطیل کردن خیابون های شهر رو زیر پاشون لگت کوب کردن فریاد کشن خواستار اعدام که کوسر شدن یعنی ببینید اینطور نیست که شما فکر کنید که اگر مثلا ما اومدیم محدود کردیم گفتیم که اهانت در این حد اهانت رو هم تعریف کردیم و بعد گفتیم چه کسانی اگر بهشون اهانت شد مثلا مستوجه و مجازات مثلا هرچی نه یک مش آدم هستن که واقعیتش اینه که پیغمبر اسلام حتی خود خدا ابزارشونه ببینید من حالا تفاوت رفتار این به خصوص سران جمهوری اسلامی رو قبل و بعد از انقلاب بهتون میگم که ببینید اینها ابزار دارن اینها قبل از انقلاب وقتی میخواستن که ترویج بکنن آیاتی که میخوندن این بود میگفتن که ولا تصب من دون من ولا تصب من دون الله عدوان به غیر علم به خدای به کسانی که خدا را قبول ندارن و به غیر خدا دعوت میکنن فوش ندید تا به خداتون فوش ندن این آیه قرآنه یعنی ببین میگه که اگر حتی پس نشون میده که میشه کسی به خدا فوش بده به خاطر رفتار شماها یعنی ببین این پیش بینیه میگه شما رفتاری که فقط این نیست که حالا مثلا رسما شما به خود خدا فوش بدید مجموع رفتار شما وقتی که با افراد طرف مقابلتون رفتار فحشگونه است چه عملی چه گفتاری واکنشش رو در هر چیزی حتی تا اهانت به خدا میتونید ببینید این آیه قرآن حرف من نیست خب اینها یک ای وقتی میخواستن برای اسلامشون تبلیغ کنن میگفتن که یک زنی از بالا از مثلا بالای بام پیغمبر داشت رد میشد تو خیابون از بالای بام خاکستر رو سر پیغمبر ریخت وقتی این زن مریض شد پیغمبر رفت خونش با ایادتش این حرفایی بود که آقایون میزدن در مورد حضرت علی میگفتن که حضرت علی رفت خونه یک زن بیوه که با یتیماش دیدیم که اون زن هزاران دهها ها فوش به علی داد و نفرین کرد علی رو علی نشست گریه کرد دست خودش کنار آتش برد و گفتش که این حق منه به خاطر اینکه من در حق اینا کوتاهی کردم و از این حرفا فرامون زدن اما بعد از انقلاب چی شد بعد از انقلاب میگم نه تنها برای مصباح یزدی درخواست اعدام میدن برای هر چیزی و هر چیزی رو مقدس میکنن من چند سال پیش مصاحبه در تلویزیون میدونم که آقای کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال میگفتش که پیراهن مقدس لباس تیم ملی فوتبال ایران یعنی از نظام مقدس جمهوری اسلامی هم پایین تی... پیراهن تیم ملی هم از نظر اینها شد مقدس خب این حکومتی که ابتدا و انتهای برای مقدس نگذاشته و هر کس کوچکترین اهانتی به سران جمهوری اسلامی هم میکنه حتی تا مرز اعدام ممکنه بره فقط بحث پیغمبر اسلام نیست چند سال پیش یک آدم رو اعدام کردن به خاطری که داستان یونس در شکم ماهی رو زیر سوال برده بود این آدم اعدامش کردن یعنی شما فکر نکن اگر مثلا ما بگیم خیلی خوب از فردا اگر کسی به پیامبر اسلام اهانت نکرد خب دنیا امن و امان میشه دیگه کسی نبیره. هیچ تروریستی نمیره سر ببره پس من فکر میکنم که اگر کسانی در دنیا میگن میگن که آزادی رو نباید محدود کرد به این نکته توجه کنن برای اینکه میدونن تقدس گرایی یا تقدس سازی بیشتر شاید کلمه درست ترش تقدس سازی باشه تقدس سازی برای سوء استفاده های بعضی از افراد حد و مرز نداره به همین جهت میگن که افراد رو آزاد بذاریم حرفشون رو بزنن دیگران هم بیان دفاع میکنن مگر الان یک میلیارد مسلمان در دنیا نیست چند مگر اونها به پیغمبرشون ارادت ندارن مگر به پیغمبرشون احترام نمیذارن مگر چند میلیارد مسیحی به پیغمبرشون احترام نمیذارن تا به حال چند مورد مجموع تعداد کسانی که به خاطر دفاع از پیامبر اسلام یا حضرت مسیح یا حضرت موسی آدم کشن چند نفر پس این تلقی عمومی نیست این یک نوع ابزاره برای یک مش احمق و یک مش سوار کار که سواری میگیره از اون احمقا به همین جد من معتقدم من به شخص معتقدم ضمن این که به هیچ وجه اهانت به هر کسی رو نه فقط پیامبر اسلام به هر کسی که مورد احترام ده حسن رو نمیپسندم اما از این هر اگر قرار باشه که هر کس به محضی که احساس کرد به یکی از مقدساتش اهانت شده بتونه خودش سر ببره وحشیگری کنه خشونت به خرج بده سنگ روی سنگ بنده میشه فردا کسی میگه پدرم من برای مقدسه اگه یعنی کسی با پدرم دعوا کنه سرش رو میبرم اون یکی میگه دوست دخترم من برای مقدسه یعنی ببینید فیت نکنید حرفی که من میزنم مسخره است داره میگن وقتی کسی میاد برای چهره کریه مصباح یزدی در خیابون تظاهرات میکنه و خواستار اعدام کسی میشه که برای مصباح کاریکاتور کشیده فردای کسی برای دوست دخترش هم آدمکش شما تعجب نکنید اگر کسی برای دوست پسرش هم آدمکش تعجب نکنید خب این پس من معتقدم که مجموعا در مجموع به نفع عالم بشریت به نفع پیشرفت فرهنگی نه که اجازه بدیم افراد حرفشون بزنن ببینید در جمهوری اسلامی فکر نکنید دلشون برای پیغمبر سوخته برای خدا سوخته دروغ میگن اینها همین اخیرا یه آقای به نام سید کمال هیدری اومده یک قرا... آدمی که اصلا مخالف نظام نیست بعد یک سری سوالات متکد در جلسهش هم میگه سوال علمی میگه من خودم طرفدار امام زمانم من خودم طرفدار اسلامم اما ما روایات متقنی در مورد تولد امام زمان نداریم باید بریم پیدا کنیم که اگر کسی از ما سوال کرد جواب بدیم این حرفا رو زد خیلی هم باش کار نداشتن اما به محضی که اومد در مورد سکولاریسم صحبت کرد و اومد قرائت متفاوتی از پیوند دین و حکومت ارائه کرد میبینید که رئیس در واقع بیعقل رئیس حوزه علمی قوم که شاید بهترین نام برای شیخ ویرانساز باشه این لقب رو من بهش ندادم این لقب رو هاشمی شاهرودی بهش وقتی که قوه قضاییه از یزدی تعبیر گرفت گفت من یک ویرانه تعبیر گرفتم حالا اون شیخ ساز اومده در حد تکفیر اون آدمی که سوالاتی در مورد مادر امام زمان مطرح کرده و سوالاتی یا قرائت متفاوتی از پیوند و حکومت و دین ارائه کرده در حد تکفیر اون آدم که تکفیر مرحله بعدش اعدام طرفه در حد تکفیر اون آدم مطرح کرده پس ببینید این که من میگم حد نداره برای هم به همین جهت بر به این نشانه ها و نمونه هاست به همین جهت من شخصا اون کشورهایی که آزادی مطلق میگذارن برای اظهار نظر رو ترجیح میدم ولی سوالای مطرحی که خب بچه‌ها رو تو اون کشورها کسی حق نداره علیه هولوکاست صحبت کنه اونم خودش اومد بیان جواب بدن که البته اونها قانون و بعد هم در واقع دفاع از هولوکاست دفاع از کشتن هزار میلیون ها آدمه ولی به هر حال اونها هم باید جواب بدن اگر واقعا آزادی مطلق مد نظرشون هست نباید سوال در مورد هولوکاست هم براش مسئله باشه که حالا در حد قلیزی هم که خامنه میگه نیست اما ببینید من این نکاتی که دارم به شما میگم میخوام بگم بتون که به عنوان یک مسلمان معتقد دارم میگم اون کاری که غربی ها میکنن اتفاقا درسته برای اینکه اگر قرار شد ما اجازه بدیم به مسلمان هایی که اونم بخش احمق مسلمان ها که خودشون رو تشخیص دهنده قاضی و مجری حکم میدونن اگه دست اونها رو باز بذاریم باور کنید سنگ روی سنگ بند نمیشه به خصوص میگم رفتار جمهوری اسلامی که نشون داد که اصلا حد و مرزی نداره اگر مقدس سازی رو بهش اجازه بشون اجازه بدیم انجام بدن نتیجه همین خواهد شد اما فقط بحث این نیست ببینید از خود من که تا حدی حد اهل مطالعه هستم تا حدی حد تا به شما میگم 99 درصد طلاب حوزه علمی قم تا بیش از 99 درصد عامه مردم استادان دانشگاه پزشکان ارتشیان دینشون ارسیه یعنی چی یعنی من چون در یک خانواده شیعه به دنیا اومدم شدم صد مشاه واحدی اینو قبلا هم گفتم اگر در یک خانواده سنی بودم احتمالا سنی می شدم اگر در یک خانواده مسیحی بودم احتمالا مسیحی اگر در یک خانواده زد... خدا ناباور بودم خدا ناباور میشدم که هیچ ارزش هم نه این شیعه گریه. من هیچ ارزشی داره نه اون خدا برای اینکه با تحقیق نرفتیم این کار خب برای من نوعی و برای منهایی که دینمون رو ارسی گرفتیم یک سری نمادی به نام اسلام وجود داره خب کسی که میخواد از بیرون به این حوزه نگاه کنه کسی که مسلمان نیست تعصبی هم نداره میخواد نگاه کنه نمادهای اسلامی رو بهش نگاه میکنه و قضاوت میکنه که این دین درست یا درست نیست شما در حالا در محدودی سنی خودم با شماها و کسانی که گوش میکنن از دو سال پیش میبر نگاه کنید من قبلش کاری ندارم که قبلش هم نمونه های بسیاری هست در این 42 سال بزرگترین جنگ ها و آدم ها بین کدوم ها افراد اتفاق افتاده بزرگترین جنگ خانمان جنگ و پرهزینه ترین جنگ سالهای اخیر جنگ ایران و عراق بوده دو کشور اسلامی که هر دو هم اکثریت شیعه هستند خب کسی که از بیرون نگاه میکنه برداشت از اسلام چی میشه امروز بزرگترین دعواها چیه جمهوری اسلامی که با چین کمونیست با چینی که هزاران مسلمان اویغور رو میکشه پیوند اخوت داره همین جمهوری اسلامی با عربستان اسلامی سر جنگ داره در یمن یه سری از گروه های مسلمان رو میکشه از عربستان مسلمان یک سری دیگه از مسلمان های حوسی رو در یمن میکشه در بحرین شیخ نعیم قاسم طرفدار جمهوری اسلامی با حکومتی که مسلمان هستند میجنگه در سوریه بشار اسد علوی 500 هزار نفر کش که اغلبشون مسلمون بودند داعش بیشتر افرادی که کش مسلمون بودند در داخل جمهوری اسلامی قریب به اتفاق کسانی که زند... زندانی شدن ادام شدن مجازات شدن شلاق خوردن شناسنامهی مسلمون هستند در داخل همین حکومت علی خامنه ای به کروبی و موسوی میگه بی بصیرت فتنگر کروبی و موسوی به خامنه ای میگن مخالف امام راهل یک عده دوران امام طلاییشون رو دوران شکوفایی میدونن یک عده دوران علی خامنه ای علی خامنه‌ای رو یعنی هر دو هم مرجع تقلید اسلامی هستن مرجع تقلید شیعی هم هستن پس ببینید اگر کسانی نگاه بد بود م... اسلام حراسی رو دیگران رو انداختن نه خیر اسلام حراسی رو خمینی و خامنه ای و دیگران رو انداختن به خاطر رفتاری کردن حتی در داخل کشور خودشون مسلمان شیعه رو تحمل نکردن اینکه با عربستان مسلمان می‌جنگند بمانند اینکه تر... تهدید میکنن ما عربستان رو خواهیم زد کجا رو میخوان بزنن مکه و مدینه رو میخوان بمبارون کنن دو شهر اصلی اسلامی رو میخوان مراکز نفتی عربستان رو بمبارون کنن که متعلق به ملت مسلمان عربستانه در سوریه کسانی که کشتند ضد خدا بودند کسانی که با حمایت روسیه به دست بشار اسد و با پشتیبانی لوجستیک و نظامی قاسم سلیمانی و حسین همدانی و دیگران کشتند با همکاری فاطمیون افغان کشتند اینا مگه مسلمان نبودن پس ببینید اسلام حراسی رو ما را انداختیم نه قرب اسلام حراسی رو در رأسش روح الله خمینی بود که اول انقلاب اومد ارتش عراق رو به شورش علیه صدام دعوت کرد و بعدش صدام مدعی مسلمونی که فیلم نمازش رو پخش میکردن اومد جنگی را انداخت که از دو طرف حدود یک میلیون نفر کشته شدن و امروز اسلام حراسی رو دعواهای تهدیدهای خامنه علیه عربستان و تهدیدهای بن سلمان علیه جمهوری اسلامی دامن میزنه یعنی مردمی که ببینن از بیرون نگاه میکنن یعنی این مسلمان هایی که به خودشون رحم نمیکنن این شیعیانی که در داخل ایران به خودشون رحم نمیکنن اگر بر دنیا مسلط بشن چه خواهند کرد حالا اسلام حراسی اینه یا اینکه مثلا یک نفر در فرانسه حرفی بزنه من ببینید بازم دارم میگم من اظهارات مکرون رو قبول ندارم اما اون ورش هم به شما گفتم با توجه به تجربه ای که پیش اومده اگر قرار باشه به بهانه مح... اهانت به مقدسات دست رو باز بدن یه آدم ابله احمق و متعصب بی سواد آدم بکشن مطمئن باشید این موضوع حد نخواهد داشت هر کسی اگر قرار شد خودش معیار تشخیص بشه خودش حکم صادر کنه و خودش اجرا بکنه مطمئن باشید دنیا روز به روز بی و کثیفتر و فاسدتر خواهد شد ببینید اسلام حراسی رو کسی را میندازه که در داخل جمهوری اسلامی رئیس جمهور اسلامیش میاد از صلح امام حسن صحبت میکنه بهش حمله میکنن میگن تو بی غیرتی خب ببینید اگر قرار باشه که اسلام حراسی رو بفته از این بالاتر که از صلح صحبت کردن میشه ننگ اسلام حراسی اونجاست که وقتی خمینی میخواست جنگ بین دو تو کشور اسلامی رو تعطیل کنه تمام کنه اومد گفت جام زهر نوشیدم یعنی قبل شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از میداد اون رو باعث افتخار خودش میدونست تمام کردن جنگ بین دو کشور مسلمان بین دو ارتشی که اکثرشون مسلمان هستن رو نوشیدن جام نهر جام زهر میدونست خب این اسلام حراسیه یا اینکه یه نفر بیاد در دنیای کاریکاتوری بکشه کاریکاتوری که اگر واقعا اینها سر سر نمی‌کردن شاید حتی بسیاری از کسانی که اون مجله رو می‌خرن به توجه نمی‌کردن اما اینها با رفتارشون باعث شدن که جلو توجه کرد و با رفتار وحشیانه بعدیش و حمایت‌هایی که کردن و الان ببینید علی خامنه ای اگر بعد از سربریده شدن مسلمان یک پیام میداد اگر بعد از یک وحشی با چاقو حمله کرد و سه نفر کشت و پیام میداد و بعدم پیام میداد به جوانان فرانسه میگفتش که جوانان به رئیس جمهورتون بگید چرا از اهانت به پنبر اسلام دفاع کرد من میگفتم حرف منطقی زده هم از وحشیگری اون افرادی که آدم کشتن انتقاد کرده و اعتراض کرده هم به اهانت اهانت اعتراض کرده اما وقتی در برابر اون آدم کشی های چندشابر سکوت میکنه و حتی رسانه وابسته به اون به نوعی میگه حق طرف بود که کشی شد چیزی که اول برنامه نشونتون دادم خب وقتی الان به رئیس جمهور فرانسه اعتراض میکنه من میفهمم که این دکانه این تجارت، این بیزینسه این دفاع از پیامبر اسلام نیست شما اگر دفاع، به دنبال دفاع از پیامبر اسلام بودید اجازه نمیدادید به نام پیامبر اسلام کثیف ترین کارها در کشورتون بشه شما آدم هایی هستید که قبل از انقلاب وقتی میخواستید از حضرت علی صحبت بکنید شعر شهریار رو میخوندید که به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا اما همینقدر که انقلاب شد خرتون از پر آقای خمینی افتاد که حضرت علی یه شب دو نفر آدم کشته یعنی ببینید از اونجا تا اینجا کسی که میگفتید حتی گفت به قاتل خود من هم مدارا کن حالا اومدی گفتی یه شب دو نفر آدم کشته فرق ببینید میخوام بگم اگر اسلام حراسی این هاست. نشون دادید که دفاعتون از اسلام دشت. دفاعتون از پیغمبر دفاعتون از حضرت علی یک کاسبیه قبل از انقلاب من خودم به عنوان کسی که با نهج البلاغه آشنا هستم با قرآن آشنا هستم چیزایی که میشنیم در کتاب ها میخوندیم میگفتن حضرت علی وقتی که زخمی شده بود شمشیر بهش زدن این خیلی مشهور بهتون نهج البلاغه ببینید خطاب به فرزندانش میگه ولا تول الخوارج من بعدی لیس من طلب الحق اختعه من طلب الباطل فادرکه بعد از من خوارج رو نکشید خوارج هم کسایی بودن که حضرت علی رو کشتن میگه بعد از من خوارج رو نکشید چون کسی که به دنبال حق بوده و اشتباه کرده با کسی که از اول به دنبال باطل بوده فرق داره یعنی از نگاه علی بر اساس چیزی که شماها به ما گفتید و تو نهج البلاغه هست حتی خوارج میتونن حق طلب باشن و حق طلب بودن حضرت علی میگه نکشیدشون شما ببینید امروز داره چیکار میکنید امروز کسی که میاد میگه خامنه ای درخواست استعفای خامنه‌ای میده و استدلال میکنم که در حکومت تو فساد زیاد شده، رانت زیاد شده، فقر مردم زیاد شده، تو زندان میبرید، شلاق میزنید، تو زندان آدم میزنید، میکشنشون. بسیار از کس ستاره بهشی برای چی کشته شد؟ یعنی من که میگم تقدس حد نداره، ستاره بهشتی در یک وبسایت که شاید چند ده نفر، چند صد نفر میدیدن، یه چیز در مورد خامنه‌ای نوشت. شما در زندان کشتید اون آدم رو. پس این نیست که شما دلتون برای پیانبر اسلام سوخته باشه اگر کسی باور کنه که اینها برای پیانبر اسلام دل سوزید میکنن از نظر من ابلهه همونطوری که اسلامش بدون مطالعه است حمایت از جمهوری اسلام بدون مطالعه بدون مطالعه است ببینید دارم میگم بازم این نکته رو به خصوص دقت کنید در جمهوری اسلامی صحبت از صلح امام حسن ننگه اما حمایت از کسی که در پاریس سربریده میشه افتخار خب این آدما واقعا حالا اینها باعث اسلام حراسی هستن یا مثلا یه نفری که یک کاریکاتور کشیده سلمان رشدی باعث اسلام حراسیه یا رفتار علی خامنه ای یا رفت کسانی که آدم فرستادن تو پاریس بختیار رو کشت کسانی که فرستان فرخزاد رو به اون وضع فجیع کشن اینها اسلام حراسی را میندازن یا مثلا یک نفر که کاریکاتور کشته کاریکاتور که قلم دستشه و اگر شما درست رفتار کرده بودید خود مردم بی اعتنایی میکردن به اون کاریکاتور ببینید اول انقلاب روزنامه بود دونام روزنامه آیندگان خب یک مقدار موازش نسبت به انقلاب مثلا منفی بود خمینی روزنامه من از فردا آیندگان نخواهم خواند همین رو مردم اثر چون هنوز مردم نشناخته بودن خوبانی واقعاتش رو آیندگان فروشش به شدت کاهش پیدا کرد اصلا من نمیخوام بگم موضع کی درست بوده یعنی میخوام بگم ببینید اگر مردم کسی رو قبول داشته باشن یا یک گفتمان رو قبول داشته باشن یک به یک ایدئولوژی واقعا احترام بگذارن خودشون بی‌احترامی میکنن اینکه شما برید سر کسی رو ببرید این در واقع عامل اسلام حراسی شما هستید نه کسی که کاریکاتور کشیده ببینید حکومتی که اسلام حراسی رو شما را میدازید قبل از انقلاب برای اینکه مردم رو جذب بکنید میومدید در مورد قصه آشورا قصه هانی ابن اورو رو میگفتید که یه نفر ابن زیاد رو کشید تو خونه هانی که مثلا فلان یار که حضرت مسلم بره هانی ابن زیاد رو بکشه ولی مسلم که حاضر نشد گفت در مکتب ما حرف خودمونیش نامردی مفهوم نداره که ما یه نفر بیاریم تو خونه گولش بزنیم بکشیمش شماها رفتید روح الله از از عراق دزدید و آوردید حالا میخواید اعدامش بکنید این اسلام حراسیه یا مثلا رفتاری که دیگران میکنن آیا واقعا رمان سلمان رشدی بیشتر به اسلام ضربه زده یا رفتار روح الله خمینی که یک شب چند شب چند هزار نفر رو کش عنوان که اینها هنوز بر موضعشون هستن کدوم اسلام حراسیه اون که روح الله روی تیکی کاغذ بنویسه که از حرف دنیا نترسید و تمام این, این, مخالفان اسلام رو سر بکنید اون اسلام حراسیه یا مثلا این که فرض کنید جوانه بره یه کاریکاتور از یه امام بکشه من بازم دارم میگم خودم به لحاظ شخصی اگر از این تریبون برم کنار اگر ببینم کسی به پیانبر احانت کرده واقعا ناراحت میشم این حالا مطمئن همین باعث میشه که در زیل همین ویدیو کلی فوش به من بدن ولی مهم نیست من بنا ندارم چیز رو مخفی کنم از مردم اما وقتی اینجا میشینم دارم به شما میگم معتقدم موضع مکرون رئیس جمهور فرانسه درسته از موضع خامنه آخرین صحبت اینه که اگر کسانی به فکر اسلام هستن اگر کسانی از اسلام حراسی ناراحتن اگر چه دیگه خیلی دیره رفتار خودشون رو درست کنن به حکومت تذکر بدن حکومتی که درش یک مرجع تقلید حق نداره در مورد صحت روایات مربوط به تولد امام زمان سوال بکنه اون حکومت در رأس وحوشی هست که اسلام حراسی رو را اسلام حراسی ببینید مگه در سایر مکاتب گفته نشده این رفتارها شوروی کمونیست هم با مخالفانش کرد آخرش چی شد تازه زمانی که شوروی هم پاشید فضای مجازی مثل امروز حرف اول رو در دنیا نمیزد امروز فضای مجازی حرف اول آخر میزنه و خامنه ای ناچار بره در توییتر سهیونیستی حرف خودشو بزنه ناچار بره در فضای مجازی که بارها گفته که خطر هست و باعث فساد است حرفش بزنه یعنی دیگه فضای مجازی که مسلط مطمئن باشید فروپاشی جمهوری اسلامی هم عمیق تر از شوروی خواهد بود شاید یک روز در دنیا یه دوباره حواس کنن به حکومت کمونیستی برگردن ولی تا تاریخ وجود داره هیچ کس هیچ کس در هیچ نقطه ای از دنیا دیگه حواس نخواهد کرد حکومت اسلامی درست کنه و این بزرگترین دستاورد جم... جمهوری اسلامیه اسلام حراسی که جمهور اسلامی و شاگرد نسبتا موفق مکتبشون داعشی ها را انداختن هیچ کس در طول تاریخ نتونستون رو بندازه و این اسلام حراسی در مجموع هم به نفع اسلام اتفاقا به نظر من هم به نفع مسلمینه هم به نفع سایر ملت ها و سایر پیروان مذاهبه موفق باشید